خوبی عزیزم؟ من اینجا یه خورده کار دارم، تو باراننده برو دفتر بالا، منم میام. از توی ساختمون بیرون نمیاد، نمیذاری اون مردی که بهش نزدیک بشه، میدیش دست کمیسر رو خودتو تسلیم میکنی. چشم، مو به مو طبق نقشه برو. الو، الو، خدا ول کن اینا رو. الو لعنتی زخمی شد. من الان همون دریاچه هم که هفته پیش هم میگردیم. سری خودتو برسون اینجا، زود باش. سری چرا اینجوری میشه؟ من فقط میخواستم یه خانواده داشته باشم دوره هم، مثل همه. توقع زیادیه. میخواستم کنار زن و بچه هم باشم،
آخه چرا هرچی بلاس باید سر من بیاد؟ خودت میدونی من نه آدم کشم، نه بی وجدانم، نه هیچی. آخه چرا باید اینجوری بشه؟ اصلا من بد به بچه هم چی کار داری؟ اون چرا بخواد به خاطر من عذاب بکشه؟ زنمو گرفتی، بچه همو دیگه ازم نگیر. من تا حالا هیچی ازت نخواستم، هیچی. همین یه بار برد بچه همو از من نگیر، ازت خواهش بکنم. من بدون اونها هیچی ندارم، خواهش بکنم. شکستم. اگه آدم کشتم که از بس نکشتم، تاوانش هم دادم. اگه یه مست تاوانش جون یه آدمه، از من بگیر نه بچم، از من بگیر. به بهرام زنگ میزنی؟ هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. خیلی نگرانشم، حالش خیلی بد بود. خب طبیعیه، من فکر کنم بهتر بذاریم به حال خودش باشه. ای بابا چرا اینجوری میکنی هاکان؟ طرف بچهش تو بیمارستانه، نباید یه حالی ازش بپرسم؟ تو هم دیگه شورشو در آوردی. من شورشو در آوردم تو؟ ایرج وقتی که پسر بده آرامش زندگی منو گرفته. الو هاکان بیمارستان ببرش. الو هاکان دم فانوس مرد. الو هاکان زرد. الو کوفت. من شروع شده نمیدونم. تو شروع شده نمیدونی ما را. بچه یه خورده آروم تر این موقع شب. بهارم گرفته خوابیده. یه جورایی هم راست میگه. تقصیر بهرام هم نیست. اتفاق دیگه. ناخواسته است. من هر کاری میکنم به خاطر تورجه. بهرامو خیلی دوست داشت. نمیخوام حالا ببینید رفیقشو تنها گذاشتیم. دوست داری حالا چی کار کنی؟ بهش یه زنگ بزنیم بیاد اینجا، بلکه درد دل کنه، یه استراحتی کنه، حالش بهتر شه.
لعنت به من. این چه گندی بود که من زدم؟ لعنت به من. چه کاری بود؟ چرا اینجوری شد؟ چرا همه چی به هم ریخت؟ یکی نیست به من بگه؟ یکی نیست بگه؟ کدوم گوری هستی؟ بس شو به من جواب بده. لعنتی به من جواب بده. این چه غلطی بود که من کردم؟ این چه کاری بود که من کردم؟ به من جواب بده لعنتی. تو منو راهی کردی که ازت دل زده شم، پشتمو خالی کردی. من ازت ممنونم، نیومده کاری کردی. من نمیخواستم برم، تو منو راهی کردی. دیگه اصراری ندارم، این تو این مسیر و راه. دیگه مرد و شدی که یه عمری بوده چشم راه. اگه شلوغ میشه دورم، ولی گم شدم خودم. دل سنگ این روزامو دیگه مدیون تو هم. یکی دیگه نشست جام، هر کی یه دورانی داره. تو به هم یاد دادی عاشقی تاوانی داره. مرسی که کیان جان، خوش یه ذره کمک کن اینجا جمع جور کنیم. ایرج، میگم کاش که یه سری به بهرام میزدی. فکر نکنم بیدار شده باشه، تا دم صبح بیدار بود. این چند وقته نباید تنهاش بذاری، تا یه ذره حالش بهتر شه. باشه چشم. ازت خواهش میکنم، یک بارم که شده بدون هیچ چون و چرا و اما و اگری بگو باشه. من به خاطر خودت میگم، نمیشه که شب و روز توی بیمارستان بگذرونم. بعدش هم این قضیه معلوم نیست که طول بکشه. تا هر موقع که طول بکشه تو هم یه اتاق همین نزدیکی ها برام بگیر، هر وقت هم خسته بشم برمیگردم استراحت میکنم. خونه خودت که بهتر، قربونت برم. خونه خودم بدون یاشار برام جهنمه، چرا نمیفهمی؟ کی مراقبت باشه؟ کی بهت برسه؟ من نه احتیاج به مراقب دارم، نه احتیاج به نهار و شام دارم. آتا بذار تو حال خودم باشم. باشه، هرچی تو بخوای. یا شاد کجاست؟ آقا من بهشون گفتم کار خودت میکنی سر، دستگیرش کنی. چی کار خودشه؟ چرا چرت میگی؟
میخواد برام پاپوش درست کنه. بکه چقدر بکه چقدر اینا چلوغش نکن. همه این بازی‌ها رو درآوردین پسرم از من دور کنی؟ اومده اینجا واسه رد گم کنی کمیسر. کارمندای خودم تو همین محدوده دیدنش. چلو هتل. چرا چرت میگی؟ من که اینجا وایسادم که. کمیسر من از این آقا شاکیم. از من شکایت داری؟ میبینی که جواب نمیدم. قطع کن دیگه. چی؟ کی؟ شما کی هستین؟ نمیفهمم چی میگی. یا یاشار کجاست؟ از من چی میخوای؟ آقا نمیفهمم چی میگی. الو؟ یاشار رو گروگان گرفت. گروگان؟ کی که؟ ده حرف بزن دیگه. چقدر مگه نمیدونی حالشون بده؟ چی گفت؟ گفت دوباره تماس میگیرم. تلفن بده من ببینیم. ارزه نداری، ارزه نداری، مواظب یه بچه باشی. چی شد؟ پیداش کردیم؟ کجاست؟ از تلفن عمومی بوده. شما کجاست؟ آروم باشی، آروم باشی خانم، آروم باشی. همه چی حل میشه. چجوری حل؟ آروم باشی. چرا همه تون دارین اینجوری نگاه میکنی؟ خب بگی چی شده؟ آروم باشی، درست میشه. ای گلر، burada bir hadise var. Bir çocuk yakalanmış. Dikkatli olun, süratle bir tane ekip buraya gönderin. Yardım edin. Teşekkür ediyorum. Arun baş, Aysel Aziz. Arun baş. Arun baş. منتظر این لحظه بود. انداخت بچه دارم یاد بیشش. فوکوس کن به اون دوتا گروگان گیر. وقتشه پسرش دیگه باید فرار میکنه دیگه. کیف پول چی؟ اسلحه رو آورده بیرون سمت بچه. دو تیر رسه بزنش.
این اصله چیه؟ هیچی. چرا اینجوری پریشون شدی؟ به خواب بد دیدم. خواب چه خوابی؟ هیچی، ولش کن. کجا بودی؟ من که کافه بودم. چنین ریختی شدی؟ پاشو، پاشو یه دوش بگیر. منم سی آماده میکنم با هم میخوریم. برو من. اینجا بشین خسته نشی. میخوام برم تو. دکتر اجازه بده میریم تو. چی هست صبح گرفتی دست؟ خبر گروگانگیریه. طرف شناسایی کرده. گرفتنش؟ هنوز نه. بده ببینم.
قیصر چی شده عزیز من؟ چی کار کردی آتا؟ آتا چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ دست به من نزن، دست به من نزن. چی شده؟ خدا لعنتت کنه، فقط خدا لعنتت کنه. چرا این داری میکنی؟ اگه بچه‌ام به هوش نیاد خفت میکنم، با همین دستای خودم خفت میکنم. با همین دستای خودم خفت میکنم. به هوش میاد. برو ببین، نمیخوام ببین. دست به من نزن، دست به من نزن. من تا تکلیف پرونده تورج مشخص نشه همینجا میمونم. درس دانشگاه چی میشه؟ هیچی نمیشه، من فقط تزم مونده، یه ترم بیرتر دفاع میکنم. باشه، خودت بهتر میدونی. خودتو چی؟ چی کار میخوای بکنی؟ همون. مرسی. میخوام سلام بکنم تو زندگی آتا گانش. میخوام داغی رو دلش بذارم که تا ابد یادش نره. چه فایده ای داره این کار؟ چی رو میخوای عوض کنی؟ تازه هرچی هم که داری ممکن از دست بدی. من چیزی واسه دست دادن ندارم. تورج جونش به خاطر من از دست داد. یاشارم که دقیقا معلومت چیه؟ منم میتونم کمکت کنم. کار تو نیست. چرا این حرف رو میزنی؟ داغ تورج تا ابد رو پیشونی منه. طاقت یکی دیگه‌شو ندارم. تورج داداش منم بود. دیر اومدین؟ قده هم دیر نیست، داشتیم این اطراف دوری میزدیم. نه بابا، خیلی احتیاط میکنیم. آکان، بگو مشکلت چیه؟ قول و قرارمون. تو حق ما رو کامل ندادی هنوز چنگیز. اونو گذاشتم به حساب عده ای تو.
یادته که سرشی توافق کردی؟ آره یادمه، گفتین اول کار سرمایه میخواین، منم گفتم باش، ولی کار جدیدتون که سرمایه نمیخواد. سر خود نمیشه قول و قرار به هم زد چنگیز خان. سر خود نیست، حرف رئیسه، به این واسه همه اون تصمیم میگیره. ما توی اون همه ای که میگی نیست. خب این خیلی بده. بعد یا خوبش که فرقی نمی کنه، این حرفی بود که خود از اولش زدی. شرایط عوض شده کلا، بدون موافقت ما چیزی عوض نمیشه. پول ما رو بده. تشکیلات قاعده قانون خاص خودشو داره، من و تو نداره، پول من پول تو این حرفا نیست. ولی توافق ما ربطی به شرایط جدید نداره چنگیز خان. آخه قدیمتون هم درست نیست، البته تقصیر منه، اینو باید موقعی حالیتون میکردم که اومدین سراغ آدمای من، همون اول. نه اینطور نیست، اول تو آدم ها دریختیم تو کافه من. حرف ما این نیست، بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه، من میخوام با هم کار کنیم. ببین صحبت الماسه، افتاد براتون مترجم روس جور کردم، ولی خب اینجوری که شما گرفتین یه خورده سخته دیگه. خب اگه سخته میتونیم با هم کار نکنیم. اه اونجوری سخت‌تره، وقت کار بالا میگیره. ولی ما از جمعه گذاشتیم، شما پول ما رو ندید. مشکل پول نیست، این رایی که شما پیش گرفتین آخر عاقبت نداره، شما طرفتون رو نمیشناسید. ببین این خیلی بده، حواستون باش. حالا شما این دفعه رو درست کن تا بعد پول ما رو بده. میگم صحبت پول نیست، بس که اصلا توجه نمی کنی من چی میگم. اصل حرف من هم پول نیست، اما هم قرار گذاشتیم. پول هنوز پیش منه، میریزم به حسابتون، نگران نباش. اوله بذارین کنار هم باشیم، نه رو بروی هم، اینجوری واسه هممون بهتره. قبوله؟ افتاد؟ افتاد؟ آره بایا خوبه. ووپ بریم. دیدین چی گفت؟ با این آدم نمیتونیم کار کنیم، روبروش هم نمیتونیم واسدیم، اینا یه لشکر آدم هم. یه فکری میکنی؟ ما فکرامون رو قبلا کردیم، یا دوستیم یا دشمن، وسط نداره. بدون اینا میتونیم کار کنیم ها؟ اون وقت هم پولیس دنبالمونه، هم یه باند گردن کلو. برای یه فکری میکنی؟ بداشت کن الان بریم از اون محتاج سایه ما نبا. شادی تو دلم بعد تو مرد، گم شده دیگه رد پات، خنده های تو محو و مات، دوباره میکشم تو رو روی بوم غم، امتداد این شبا سایه میزنم، لاک سرخ تو رنگ زخمای منه، بغضم تو سکوت بی تو نمیشکنه نمیشکنه، دست سرد تو چشمای خیس تو محتاج سایه.